حالا قسمت سوم حصار اثر چهار مضراب رو برای شما توضیح میدم. مضراب ها دو راست چپ هستند. از ابتدا میتونیم اینطوری تمرین کنیم با سرعت آروم و بعد به مرور نتون کنید و بعد در نظر داشته باشین که در ضمن اجرا باید یک مقداری حالت های کرشندو و یا دیکرشندو بهش بدیم، صدا رو بالا ببریم و یا پایین بیاریم و بعد به مرور تندش کنید. دوبار و بعد یه قسمت ریتمیک داریم اینجا که میتونه با دوراب های خیلی مشخص یا همون تکریس هایی که در واقع به نظر میرسه این دوراب ها از چپ هستن، این کندش هست و تندش راست چپ میتونه کنده کاری باشه و بعد فرود بیاد روی سل و بعد همون تحریر قبلی رو داریم که در حصارها داشتیم همیشه. داشتیم